بیانیه 597 قاضی از 6 کشور عربی درباره تعهدات قانونی آمریکا و ملل متحد برای وادار کردن حکومت مالکی به آزادی بی قید و شرط 7 گروگان اشرفی. امضا کنندگان بیانیه شامل 355 قاضی از مصر، 90 قاضی از مغرب، 55 قاضی از تونس، 49 قاضی از لبنان، 39 قاضی از یمن و 9 قاضی از عربستان هستند. فراخوان 597 قاضی از کشورهای عربی. بیانیه کمیته قضات عرب برای دفاع از حقوق بشر. قضات امضا کننده این بیانیه با تأکید بر اینکه همه دلایل و شواهد و اطلاعات موجود نشان می‌دهد که گروگان‌ها در دست نیروهای امنیتی عراق هستند و در زندان‌های غیررسمی وابسته به نخست وزیری عراق نگهداری می‌شوند، بر این موارد تأکید می‌کنند. با توجه به اینکه کمیساریای عالی پناهندگان ملل متحد در 8 بیانیه مختلف ساکنان اشرف و لیبرتی و من جمله 7 گروگان را پناهجو و افراد مورد نگرانی مشمول قوانین حمایت بین المللی اعلام کرده است و با توجه به اینکه حضور آنها در اشرف قانونی و بر اساس توافق رسمی آمریکا، سازمان ملل و دولت عراق بوده است، بنابراین آنها در قبال امنیت و سلامت و سرنوشت گروگانها مسئولیت دارند و باید تمام ظرفیت‌های سیاسی و حقوقی خود را جهت آزاد کردن هرچه سریع‌تر گروگانها به کار بگیرند و به مسئولیت‌های حقوقی و اخلاقی خود عمل کنند. ما رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما، جان کری وزیر خارجه آمریکا، بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل متحد و بیکرافت سفیر آمریکا در عراق را فرا می‌خوانیم تا مالکی را وادار سازند گروگان‌ها را در اسرع وقت آزاد کند. مسئولیت پیامدهای بی‌عملی و سکوت در این زمینه به عهده آمریکا و سازمان ملل است، چرا که در این رابطه تعهدات قانونی دارند. ما از تمام ارگان‌های حقوق بشری و انسان دوست بین‌المللی و به طور خاص مجتمعات مدنی عراقی و عربی می‌خواهیم با قوی‌ترین اعتراض گروگانگیری توسط حکومت مالکی را محکوم کنند و از تمام اعتبار و نفوذ خود برای آزاد کردن هرچه سریع‌تر 7 گروگان اشرفی استفاده کنند. کمیته شهرداران فرانسه، حامیان اشرف و لیبرتی، محکومیت حمله موشکی به لیبرتی. فرانسه به عنوان عضو دائمی شورای امنیت باید مسئله اضطراری لیبرتی و لزوم وادار کردن دولت عراق به تأمین حداقل ابزار حفاظتی در لیبرتی را در مقابل شورای امنیت قرار دهد. ما خواهان یک تحقیق مستقل به منظور یافتن عاملین این حمله و آزادی 7 گروگانی هستیم که در اسارت نیروهای عراقی هستند. یک حمله موشکی علیه کمپ لیبرتی در عراق، جایی که 3000 مخالف رژیم ایران در آن مستقر هستند، 3 کشته و بیش از 70 مجروح بر جای گذاشت. ما این نقض کنوانسیون‌های ژنو و قانون بین‌المللی را به شدت محکوم می‌کنیم. در جایی که افراد حفاظت شده توسط کسانی کشتار می‌شوند که بر اساس قانون مسئول حفاظت از آنانند. فرانسه به عنوان عضو دائمی شورای امنیت باید مسئله لیبرتی را در مقابل شورای امنیت قرار دهد. این تنها ارگانی است که می‌تواند راه حلی برای مسئله اضطراری لیبرتی و به طور مشخص وادار کردن دولت عراق به تأمین حداقل ابزار حفاظتی برای لیبرتی پیدا کند. از آنجا که حمله به لیبرتی نتیجه سکوت در قبال حمله اول سپتامبر 2013 به اشرف است،
که به بهای جان 52 تن از اشرفی‌ها تمام شد، ما خواهان یک تحقیق مستقل به منظور یافتن عاملان این جنایت هستیم. ما خواهان آزادی بلادرنگ 7 تن شامل 6 زن که روز اول سپتامبر به گروگان گرفته شدند و همچنان در دست نیروهای مسلح عراق اسیرند هستیم. بیانیه وکلای مصری دفاع از ساکنان اشرف: ما سازمان ملل و آمریکا را به اجرای تحقیقات بین‌المللی درباره حمله موشکی و اعلام لیبرتی به عنوان کمپ پناهندگی فرا می‌خوانیم. چهارمین حمله موشکی به کمپ لیبرتی به دنبال جنایت حمله به اشرف و گروگانگیری 7 تن از اشرفی‌ها صورت می‌گیرد که هنوز حکومت عراق از روشن کردن محل نگهداری آنها و سرنوشتشان تفره می رود. این جنایات محاکمه مالکی و دستیارانش در انظار جهانیان را واجب و ضروری می کند. به خصوص که مطابق بیانیه های صادره از کمیساریای عالی پناهندگان، ساکنان لیبرتی، پناهندگان سیاسی و برخوردار از حمایت های مندرج در کنوانسیون چهارم ژنو هستند. بدین وسیله ما سازمان ملل متحد و دولت آمریکا را به اجرای سریع تحقیقات بین‌المللی در رابطه با این جنایت و اتخاذ اقدامات لازم برای تضمین حفاظت و امنیت ساکنان کمپ لیبرتی فرا می‌خوانیم. جمعیت وکلای مصری در دفاع از ساکنان اشرف مسئولیت حمله موشکی به کمپ لیبرتی را متوجه حکومت مالکی می‌داند و فراخوان می‌دهد که لیبرتی باید کمپ پناهندگی تحت نظارت سازمان ملل و با حضور تیم ناظر ملل متحد اعلام شود تا جلوی جنایات بعدی علیه پناهندگان سیاسی گرفته شود. بیانیه‌های مرکز توسعه مردمی فلسطین، مرکز پژوهش‌های حقوقی دانشجویان مصر، انجمن جوانان بحرین و کمیته شرفای بحرینی، محکومیت چهارمین حمله موشکی به لیبرتی، فراخوان به آزادی 7 گروگان اشرفی از زندان‌های مالکی و تأمین حفاظت لیبرتی توسط آمریکا و سازمان ملل. بیانیه مرکز توسعه مردمی فلسطین: ما در مرکز توسعه مردمی فلسطین عمل ظالمانه و علیه کمپ لیبرتی را در سال روز میلاد پیامبر عشق و صلح عیسی مسیح علیه السلام و هجوم وحشیانه قبلی به اشرف را به شدت محکوم می‌کنیم. ما سازمان ملل متحد و کمیساریای عالی پناهندگی و وزارت خارجه آمریکا را فرا می‌خوانیم دست به اقدام جدی برای تأمین حفاظت لیبرتی بزنند و مانع ادامه این جنایت‌ها شوند. بیانیه مرکز پژوهش‌های قانونی و حقوقی دانشجویان مصر: چهارمین حمله موشکی توسط شبه نظامیان نوری مالکی به کمپ لیبرتی یک اقدام جنایتکارانه دیگر توسط مالکی و خامنه‌ای برای سرپوش گذاشتن بر فضاحت ناشی از اعدام‌های جمعی در اشرف در اول سپتامبر است که در آن 52 تن به قتل رسیدند و 7 نفر دیگر به گروگان گرفته شدند و تمامی شواهد از جمله بیانیه‌های کمیساریای عالی پناهندگان ملل متحد و عفو بین‌الملل نشان دهنده این است که گروگان‌ها نزد دولت عراق هستند. ما آمریکا و ملل متحد را فرا می‌خوانیم که ضمن برداشتن گام‌های عملی برای تأمین حفاظت و امنیت ساکنان لیبرتی، دولت عراق را وادار کنند گروگان‌های ربوده شده از اشرف را آزاد کند. ما همچنین از دبیر کل سازمان ملل و کمیسر عالی حقوق بشر خواستار تحقیق مستقل و فوری درباره این جنایت‌ها هستیم. بیانیه انجمن جوانان بحرین و کمیته شرفای بحرینی: اقدام جنایتکارانه مالکی در چهارمین حمله موشکی به کمپ لیبرتی پس از حمله وحشیانه به اشرف با 52 شهید در حالی صورت گرفت که هنوز گروگان‌های ربوده شده از اشرف نزد دولت عراق هستند. سازمان ملل متحد و دولت آمریکا با توجه به تعهدات و مسئولیت‌های مشخص و تعریف شده، مسئولیت حفاظت از ساکنان لیبرتی را بر عهده دارند و ما خواستار اقدام جدی آنها برای آزادی هرچه سریعتر 7 گروگان اشرفی از زندان‌های مالکی، انجام یک تحقیقات مستقل و سریع از جانب سازمان ملل و انجام ترتیبات عملی برای حفاظت از جان ساکنان لیبرتی هستیم.
بیانیه سازمان حقوقدانان آزاده. سازمان ملل متحد و دولت آمریکا مسئول تضمین حفاظت ساکنان لیبرتی هستند. چهارمین حمله موشکی کمی بعد از دیدار مالکی از ایران و ملاقاتش با خامنه‌ای صورت می‌گیرد و هدیه‌ای از طرف مالکی به اربابش خامنه‌ای است تا مالکی را برای حفظ کرسی نخست وزیری برای بار سوم مورد حمایت قرار دهد. سازمان حقوقدانان آزاده ملل متحد و دولت آمریکا را فرا می‌خواند تا اقدامات لازم را برای تضمین حفاظت ساکنان لیبرتی به عمل آورند. ما مسئولیت حمله موشکی سنگین در این ابعاد، آن هم در یک منطقه نظامی را متوجه دولت مالکی می‌دانیم و بر انجام تحقیقات بین‌المللی و فوری و مستقل و بی‌طرفانه در رابطه با این جنایت و محاکمه عامران و عاملان آن مصر هستیم.